الان میخوایم چیکار بکنیم؟ الان میخوایم بریم یه سایت ویدر ویدر هستش، یک هوایی رو، یه چیزی که مثلا هر لحظه داره تغییر داره پیدا میکنه، دمایی رو استخراج میکنه. حتی این سایتی که وارد میشه، سایتش اینه، اگه اشتباه نکنم forecastweather.government. برای کجاست؟ بکنم سان فرانسیسکو باید باشه، اگه اشتباه نکنم سان فرانسیسکو. این تو یه هفته اینجوری پیش بینی میکنم. خب ونزدی میشه چهارشنبه، درسته؟ یه پیش بینی یه هفته ای داره. من میخوام این قسمت رو بیارم بیرون. الان اونجا 58 درجه فارنهایت یا چند؟ 14 درجه. خیلی دمای مناسبیه، درسته؟ 14 درجه واقعا دمای حالا ببینید برای ما میدونید چی مهمه. یه چنین چیزی الان هستش. خب میخوام الان این دما رو استخراج بکنم. من اینجا یک کلیک راست بکنم، نوشته اینسپکت تو کروم. تو کروم چیه؟ اینسپکت توی مثلا فایرفاکس نوشته یه چیزی هست F8 میام اینو میزنم، میبینید انتخاب میشه این 14 درجه رو، یا اینو انتخاب میکنم. چی نوشت؟ نوشت دیو، درسته؟ آیدیش چیه؟ آیدیشو میبینین یا نه؟ خب دیو نه بابا، همه جا بینه مثلا لندن مثلا 36 درجه شده نه. ببین میدونی چیه، مثلا لندن همیشه هواش خنکه، توی یک وقته ای از سال مثلا یه روز ممکنه مثلا میاد اونجا، وقتی میاد رو 20 درجه یا 30 درجه چون مردمش عادت ندارن فکر میکنن مثلا خیلی دماش رفته بالا. خب من در بعد شما موقع چک کردم، آره بعد نه واقعا 36 درجه بوده، ولی اینجوری نیست مثلا یه دفعه یه ماه 36 درجه باشه، یه روز مثلا 36 درجه شده، این یه تو خاطرشون مونده. ولی مثلا 360 روز که کلن دوا اوکی بوده رو اون تو ذهنشون نمیمونه. میدونی چی میگم؟ قضیه اینه. الان لندن رو بزنید چند درجه است؟ قربش مثلا 18 درجه بود، نیویورک 23 درجه شبه. بعد اینم من بگم الان سان فرانسیسکو شبه، شبه اینجا خود تهران هم شب بشه 25-6 درجه میشه. من چند شب پیش داشتم میرفتم تو اتوبان، دیدم خیلی گرم، بعد درجه ماشین رو دیدم 30 خورده ای درجه بود. 19 ببین تهران یه چیزی هم که وجود داره، تهران چون حالت چاله‌گونه داره، خب یه دمایی که ماشینا و خودروها و ماشین خونه‌ها تولید می‌کنن، یعنی خودش یه اکوسیستمه، یعنی خودش یه مرکز گرما هست. به خاطر که مثلا یه فیلم برف میاد، مثلا ببین من بوئین‌زهرا دست می‌دم، شرق‌الغرب دست می‌دم، یه فهمیدم اونجا مثلا کولا که برف داره میاد، بعد میام تهران میبینیم هیچ خبر نیست، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به بارون میشه. همون داستانی که هست. بعد یه چیز دیگه هم که در مورد آب و هوا هست، من که کتاب خوندم، یه اصطلاح یادم نیست، اصطلاح انگلیسی داره. معمولا هر چیز آب و هوایی مثلا بارون، برف، دمای هوا، یه چیزی حالش بین 6 تا 10 روزه.
یعنی مثلا یه دفعه بارون میاد یا مثلا یه تغییر آب و هوایی یه زمانی اینجوری داره، یه اصطلاح خود هواشناسی میگن یه دوره های آره یه دوره اینجوری مثلا اینجوری مثلا بگیم یه روز یه دور مثلا یه دفعه 6 روز هوا خنک میشه 6 روز مثلا بارونی یا برفی یه دوره داره. خب خب من الان 14 درجه رو بعد جالبه این مثال من خب خیلی الان دو ساله کار میکنم الان مثال میزنم هر وقت وارد سان فرانسیسکو شدم دما شرقان همین جوری یعنی زمستون تا الان گفته خودم من شک کردم گفتم نکنین یه چیزی استاتیک بوده سر ما رو کلا گذاشتن همیشه دماش تو این مثلا چیزه زیاد تغییر نمیکنه مثلا گفتم این اینسپکتور میزنم اینو انتخاب میکنم ببینید نه فورکست نیست یه چیز دیگه است مثلا میگن 10 day weather forecast نه یه چیز الان یادم نیست مثلا ما خواستیم تو این ساین اپ بکنیم این یه چیز گفت گیتاب آلمانی گفت سرمایه گذاری انترپرایز همون عادی ثبت نام بکن. خب الان 14 ببینید کجا هست اینجا سورو 3 14 رو میبینید اینو میزنم انتخاب میکنم ببینید دیوه اینه current condition درست میگم یا نه اینجاست آیدیش چیه آیدیش current condition سامره درسته اینو اینجا کپی میکنم خب قبل اینکه اینو کپی بکنم این سایت رو برمیدارم میخوام بیام تو این سایت خودمون پیج رو چی میذارم بچه ها؟ پیجیم اینه خب ریکوست که میخوام انجام بدم میام اینو ریکوست بکن چی رو؟ چی؟ اونو من کار ندارم باز چی نوشتم من پیجی که الان دارم اینو میگیرم خب اینو که گرفتم این ریکوست بالایی رو غیر فعالش میکنم پس میخوام برم تو اون سایته درسته؟ این بی اس فور هم میارم بالا که همه ایمپورت هم بالا باشه میندازم اینجا خب پارسش میکنم خب حالا میگم چی رو فایند اول چی رو به هم بده فایند اوله ID مساوی چی باشه گفتم اگه ID رو تونستین جدا بکنید ID همیشه منحصر به فرده ID همیشه چیه منحصر به فرده چی باشه اون ID رو جدا کردیم این بود یه درسته این هستش به جای فرسته چی می نویسم current condition summary درسته این select رو ور میدارم خب میگم for i in ls i تکستش رو به هم بده ببینیم چی میشه چی داد بچه ها 58 درجه چی 14 درجه یه سانتیگراد آره نه اصلا قبول نکردم ولی میتونستیم اینجوری بنویسیم چون اصلا وقت نداشت متاسفانه پروژه بهم پیشنهاد میشه چون کلاس دارم خب کلاس هم از 8 صبح تا 8 شب کلاس دارم بعد دارم خونه بیدار میشم که دیگه اونم یه حوصله شو دیگه الان اون فیلم رو تبدیل کنیم به اینتیجر مثلا محاسبات باشه بله دیگه چه نمیتونی این الان سومیه چیه الان مثلا سومیه باید این صفر یا دو تا بین شما دما شما اینو باید بندازید دور درسته دو تا آخر رو حذف کنید بعد کسرش میکنید به اینتیجر درست میگم الان مثلا میگم بیا پرینت بکن چی رو i dot get text پرینت ستاره زب در ده
خب آخری اینتیجره درسته؟ الس چند؟ الس منهای دو، چون الس ما یه لحظه من لن اینو بگیرم، لن الس، لن الس رو بگیم اینم چی بیارم میده چنده؟ یکی. ببینید کل این توی یه لیسته، کل این چیه؟ کلش توی یه لیسته، میبینید یا نه بچه ها؟ الس نگاه کنی، الس کلش چیه؟ میبینید دیف پرند پرند پی 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 درسته؟ میخوام اینو جدا بکنم، این سه تا رو چجوری جدا بکنم؟ بگی. میگم الس، نه میگم الس مساویه لیست الس دات چیلدرن، یادتون هست؟ چیلدرن اینو به هم بده. بعد حالا ببینیم چه شکلی میشه. نه میدونی چیه؟ بعد دونستم الس صفر مساویه چی؟ الس مساویه الس چی؟ صفر، درسته؟ چون کلا یه عنصر داره. بعد میگم الس مساویه، میتونستم اولش برشته کن بعد با میتونستم، ولی این که من میگم بهتره. بیا لیست، حالا الان ببینید الان تبدیل به تک شده، یعنی این صفر رو جدا کردم. چیلوه چیلد رن، درسته؟ خب الان درست شد. ببینید الان شد یه لیست، یکی دو تا سه تا چهار تا، درسته؟ پنج تا شش تا هفت تا. خب اونا که چی؟ ببین آره، ببین من الس که میگرفتم الس کلش لیست بود، ولی یه دونه عنصر بیشتر نداشت، اونم همون کل دیو و پی و اینا همش با هم بود. من صفر رو که دادم اون صفر رو میره جدا کردم که کل اون تگا با هم بود. بعد وقتی دات چیلدرنش میکنم اونو میشکونمش، میشکونم به تگایی که وجود داره. وقتی شکست چی شد؟ میبینی الان اینتره اینا زده، اینتره رو میبینی اینجا یا نه؟ این اینتره چیه؟ اینه. خب من حالا چیا رو میخوام جدا بکنم؟ این فارنهایت که نمیخوام جدا بکنم، چی رو میخوام جدا کنم؟ اینه. این چندومیه؟ منهای دومیه، درسته؟ یعنی از بالا صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج. یا بعد بگم پنج، بگم منهای دو. خب میگم دوباره الس مساویه الس چی؟ منهای دو. اوکی؟ حالا اگه بگم الس منهای دو یعنی فقط آخریه میشه. حالا ببینم چی رو به هم میده. خب چی نوش؟ فقط تگ آخریه، درست یا نه؟ خب حالا این خود این دوباره خود اینو میگم، خود اینو میگم الس، میگم مثلا پی مساویه، پی مساویه الس ls dot get text. چی میگم؟ چی رو به هم بده؟ get text بده، print بکن پی رو، ببینم چی به هم میده. print بکن پی رو. چی داد؟ همین 14 درجه است. خب تایپ پی رو ببینم، کنترل F5 رو میزنیم دیگه. من با VS Code کار نمیکردی؟ کنترل F5 تایپ P رو ببینم چی بهم میده. تایپ P
تایپش چیه؟ استرینگه. دوتای آخر چیزی میندازم دور دیگه ها. پس میگم چی رو به هم بده؟ میگم پی دات چی؟ پی دو نقطه منهای دو. پی دو نقطه منهای دو چی میشه؟ پی چی شده؟ شد چند؟ 14. حالا چیکارش میکنم؟ تبدیل به اینتیجرش میکنم. الان چنده؟ 14. حالا من میتونم اینو یه ربات بنویسم هر روز بیاد مثلا صبح شب اینو چک بکنم، بعد اینا رو داخل یه فایل ذخیره بکنم. داخل چی ذخیره بکنه؟ یه فایل ذخیره بکنم. داخل اون فایلی که ذخیره میکنه بعد اون اعداد من داشته باشم، 14 14 15 16. بعد اینو مثلا یه هفته اجرا کنم، نمودارشو به دست بیارم. درسته؟ یادتونه نمودار میکشیدیم، پلات میکردیم، نمودارشو کشم ببینم مثلا هوا داره چه اتفاقی میفته براش، میره بالا، صعودیه، نزولیه. نه وی اس کد نه، من اگه بودم همون تو آیدیلی انجام میدادم. خب مطابق چون اومدیم توی ادوانس گفتم یه تغییر بکنم محیطمونم چی بشه، اینو خودم با هم محیط راحت‌تر. الان شد 14 درجه، دیدی؟ الان 14 درجه رو داره به میده. پس ما الان یه کدی نوشیم، نه نموده اینه فعلا، این یه بار برنامه رو اجرا کردیم، هنوز داخل فایل هم چیه؟ ننوشیم. اگه بخوام اینو داخل فایل بنویسم، اگه بخوام اینو داخل فایل بنویسم چجوری بنویسم داخل فایل؟ خب تا اینجا پرینتش، به جای اینکه پرینت بکنم میگم چی؟ میگم که دما چی میشه؟ تمپرچر چجوری میشه؟ میشه با ای اولش اینه؟ اینجا R A. خب درسته؟ خب این میشه دما. حالا یه فایل باز میکنم. من در ساختن فایل بهتون صحبت نکردم. میام یه فایل باز میکنم، میام چی؟ میام میگم وید اوپن اوپن چی؟ سان فرانسیسکو، سان فرانسیسکو مثلا دات txt. فایلمون رو وقتی باز میکنیم فایلمون متنیه اضافه میشه بهش. ببینید فایلمون چیه؟ تکست بهشی اضافه میشه. اضافه A یعنی append، A یعنی چی؟ append یعنی اگه فایل وجود نداشته باشه فایل میسازه، اگه وجود داشته باشه اون قبلی ها رو پاک نمی کنه، به تهش اضافه می کنه. تکست اپن از اف اسم اینو گوشم. نه 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 مهم نیست، همونجا یه چیز نمیشم. خب دو نقطه، حالا میگم f.write میخوام دما رو چکار بکنم؟ اینجا ذخیره بکنم. دما رو چجوری ذخیره میکنم؟ اسمش چی بود؟ temperature بود یا درسته؟ SCR temperature. خب به علاوه بعد که اینو نوشتی بعدش چی بزن؟ یه اینتر بزن، درسته؟ خب موافق این ساعت هم بزنید یا نه؟ ساعت الان هم بزنید ها؟ وید ببینید این هیچ نیا کن، یه بار من میگم یه فایل اینجوری باز کن به این اسم، خب از نوع متنی که بهش اضافه میشه. من فایل‌ها رو جلسه بعد اول جلسه بهتون میگم. میگم آره. اسم اون فایل رو اینجا بذار F. درسته؟ حالا تو اون فایل چی بنویس؟ همین P که گرفته بودیم. خب یه اینترم بزن. اوکی؟ خب. فایل هندلینگ. الان اجرا میکنم ببینین چی میشه. خب الان اجرا کرد، چیزی چاپ نکرد برامون، درسته یا نه؟ خب کو فایل ایناش،
چی نوشت؟ 14. درسته؟ حالا من اینو پاک میکنم الان یه بار دیجا کنم همون 14 رو میده به درسته؟ آورد پایینش. حالا من چون بعدم میخوام روی اینا تحلیل آماری انجام بدم زمان از سیستم میگم، میگم ایمپورت چی؟ دیتا. درسته؟ اینجا چی می نویسم بغل رایت؟ میگم datetime.datetime.now. درسته؟ به علاوه اینو تبدیل به str کنم و درسته؟ اینو تبدیل به چی بکن؟ رشته بکن. بعدش چی بزن؟ بعدش یه اسپیس بزن. اوکی؟ خب بزنید اینا رو فایل قبلی رو پاک بکنم. حالا برنامه ما اینجا بوده. خوبی این چیزی اینه که الان میزنم همینجا باز میکنم. میبینی؟ این میشه تاریخ، ساعت، دما. شما اینو حالا اینو بتونیم مثلا طبق یه رباتی هی هر چند دقیقه اجرا بکنی. درسته؟ چرا بکنیم؟ یه اسلیپ بدی؟ درود بر شرفت. ایمپورت تایم. درسته؟ ایمپورت تایم. میگم وایل ترو. وایل چی؟ ترو. اوکی؟ خب اینی که انجام دادی بعدش بی زحمت چیکار بکن؟ تایم دات اسلیپ سکند دیگه. 60 ثانیه میشه. حالا برای اینکه بهتر دیده بشه مثلا میگیم هر 10 ثانیه. اوکی؟ ببین برنامه تموم نمیشه. درسته؟ برنامه دیگه تموم نمیشه. اون داره اضافه میکنه. مثلا من الان فایل نگاه بکنم. نیا کنید ایناش. خب ندی نمیخوام پاک بکنه که. من میخوام ترید بکنم. میخوام هوا رو ترید میگن یا بورسیا میگن چی ترید. میخوام هوا رو ترید بکنم. نمیدونم حالا به چه درد اون میخونه. شاید یه سیلی اومد رفتیم با موتور ملت رو آگاه کردیم گفتیم ما داره سیل داره میده. زمان ها رو داره میده. تو این زمان 14 درجه است. بله ببینه شما اینی که داره با اینی که داره انجام میده بذار من برنامه رو رانش رو متوقف بکنم. خب شما وقتی اینو باز میکنید به جای اینکه اپند بکنیم بنویسین W. W چیکار میکنه؟ رایت میکنه. رو قبلیه رو پاک میکنه. رو قبلیه مینویسه. ببینید W زدم. نیا کنید هر دفعه دمای اون لحظه رو فقط نشون میده. قبلیه پاک میشه یه دونه جدید میاد. ببینید خوبی VS Code اینه که الان من خوشم آمد اینه که رفرش میکنه. آره این قابل تست. حالا ما اینقدر بعدش رو گفتیم بذاری و شعری کنم خودش از مالیک سیف بکنه. آره نه همه چیز رو دارم آی گیلی رو دارم. به بچه مثلا یه سوال مثلا من نگاه کنم شما الان توی این دیت تایمه اینجا ما لایبرری یا موجود دیت تایم داریم و یک کلاس دیت تایم هم داریم. درسته؟ بله. دیت تایم من چرا برای کوچیک نوشه؟ یه سری از کلاس ها اینطوری میکنه خودش اینجا نوشه. اون کسی مثلا
خب ببین شما قبلی رو داری دیگه، قبلی رو با پی داری میگیری درسته؟ قبلی رو داری میگیری. حتی ما یه اشتباهی کردیم بچه، اشتباه میدونی چی بوده؟ یه سوتی دادیم خودمونم، من الان متوجه شدم. ما پی رو یه بار داریم میگیریم، این حلقه ما چیه؟ همون کار خاصی انجام نمیده. ما یه سوتی اینجا دادیم، چیکار باید بکنیم؟ باید کل این داستان اینو بیاریم کجا؟ بزن که اینو بیاریم بالا درسته؟ اینو بیاریم کجا بذاریم؟ بندازیم اینجا ها؟ موافقی؟ پیجو چرا نشناخ؟ آه چیزه نه آره تب آره همه خب اینم پس به جای دبلیو ای میذاری؟ خب الان منهای دو اینو میزنم، بعد هر دفعه داره چیکار داره میکنه؟ خب اینو داشتیم میگفتی که چی بشه قبلیه رو بین هر دفعه پی رو داری میگیری درسته؟ پی رو شما میاد چیکار میکنی؟ با قبلیه چک میکنی، اگه مخالف بود مینویسی، اگه مخالف نبود خب نمینویسی دیگه درسته؟ الان مینویسمش، بذارینم این اتکر رو درست بکنی. الان داریم مینویسه پیمون کماکان چیه؟ 14. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام اینجا تو کدم چه تغییری میدم؟ پی رو اولش چی میذارم؟ اولش پی رو میذارم نان درسته؟ پی مساویه نان میذارم درسته؟ میذارم مثلا میذارم پی آر ای یعنی قبلی. خب میذارم قبلی بعد چی میگم؟ میگم که میگم if temperature مخالف PRE بود درسته؟ اگه مخالف بود چیکار بکن؟ بنویسش. اگه مخالف بود بنویس. اگه بعد آخر کدام میام چیکار میکنم؟ میگم PRE مساویه چیه؟ temperature. فهمیدین چه شد؟ temperature رو هر دفعه ریختم داخل پرایویس، بعد توی پرایویس میام چیکار میکنم؟ هر دفعه دارم چک میکنم میام آقا temperature با پرایویس اگه مخالفه شما چیکار بکن؟ برو فایل رو باز کن، اینو داخل فایل بنویس، اگه نیست چیزی نمیخواد بنویسی. نه ببین نه گرفت شده آسان ببین تا الان اگه اجرا کرده باشیم تا الان اینا اومده میبینی ساعت 13:28:14 ببینیم چیزی اضافه میشه بهش یا نه. حالا میدونی چیکار میکنیم؟ رفتنی اینو برنامه رو باز میذاریم. اوکی برنامه رو باز میذاریم شروع میکنم کار کردن. تا شنبه میام ببینیم چی شده. نه خب زمان و چیز دیگه، مثلا اون 14 بعد شنبه که اومدیم نمودارش رو رسم میکنیم. موافقی؟ ببینید کارهای دیتا اینجوری داخل شما شروع کار کردن، ببینید الان تغییر نکرد درست میگم؟ کاش تغییر میکرد میدیدیم که نه دیگه دما که هر ده ثانیه. خب این ده ثانیه داریم میگذره. من چی گفتم؟ من میگم من تمپرچر دارم میزم داخل پیاری. خب اگر تمپرچر با پیاری مخالف بود فایل رو باز کن بنویس. خب اونو باید اول بتونیم بیاریم بیرون. این کار این تمرین شماست که حالا هر کسی
بنا به چیزی که وجود داره. یه لحظه من فقط ببخشید معذرت میخوام، یه لحظه من اینا رو پرینت هم بکنم اینجا چون میترسم اینا چیز نشه، مقدارش رو ببینم. باشه ببینید، نان 14 نان 14 حالا بعدی ببینید 14 14 میبینید 14 14 ننوشته درسته، ولی چون یکی نان 14 بود اینو نوشت. 30 دقیقه رو چیه نوشت، ولی بعدی رو چی نوشتش؟ چون 14 14 این پایین من دارم تمپرچر، من میخواستم چک بکنم ببینم واقعا تغییر کرد، چون بعض من یه برنامه برای دکترام نوشته بودم مثلا این بعد یه ماه بعد کار میکرد یه خروجی میداد، بعد بعضی موقع مثلا همینجور تو خواب و بیدار فکر میکردم بودم عجب اشتباه کردم مثلا یه جای کدی رو، بعد دوباره مثلا بلند میشم نصف شب اصلاحیه میزدم اون قبلیه، بعد دوباره یه ماه از اون موقع نه دیگه اینا رو یه جور مینوشتم که چیز بشه. بعد سر همین تزه اون هاردم بعد سکتور شد، انقدر نوشت توف این الان اگه استیرم نباشه SSD نباشه این ممکنه خراب بکنم، حالا مثلا یه یکی دو روز اتفاق نمیفته، حالا این SSD بکنم SSDه ولی SSD باشه خراب نمیشه. خب اوکی بچه ها اینم از این برنامه. من اگر بخوام این همینجوری اجراشی چیز سیم خاموشو چه باشه مثلا توی سایت بذاره یا همچنین های آفیت اینو باید حتی به سرور وصلش کنیم، باید اینترنت وصل باشه، حالا اون یه سرور اگه جنگ باشه باید یه سرور باید باشه، سیستم خاموش هم باشه باید بذاره توی سرور. آره شروع کنم کار کنم. خب اینم از این اوکیه حله. خب پس من اینو میبندمش، وی اس کد رو میبندم، چی رو میارم اینجا یه سی ام دی میزنم، میام اینجا ویرچوال نارچ چجوری اجرا میکنم اینو میسنم پایتون، اسمش چی بود؟ P1 الان داره مینویسه درسته؟ بله الان تو کامنت داره فراخوانی میشه، اینم فایلمونه 32 دقیقه کماکان چه 14 درجه است.